اعتراض ها در لبنان با نشستن حسن دیاب بر کرسی نخست وزیری وارد دور دیگری شده. مردم با پلاکارد نوشته ای با مضمون کلن یعنی کلن میگویند منظور ما از بیش از 75 روز اعتراض انتخاب فردی است که هیچ سابقه ای در سیستم فاسد دولت نداشته باشه. حتی معترضین فراخوانی داده بودند برای تجمع مقابل خانه حسن دیاب و درخواست رسمی استعفا از او در مقابل خانه‌اش. حسن دیاب 60 ساله وزیر اسبق آموزش لبنان با کسب آرای 69 تن از نمایندگان پارلمان نزدیک به حزب الله برای این سمت انتخاب و مأمور تشکیل کابینه از سوی میشل اون شد. حزب الله که پس از افول اعتبار در اعتراض‌های اخیر به دنبال برگ برنده بود، انتخاب او را یک گام رو به جلوی حزبی حساب و دم از سکانداری دوباره دولت زد. این در حالی است که دیاب کاراکتر تکنوکرات دارد تا شخصیت دیپلماتیک متکی به احزاب، هرچند که عدم پشتیبانی احزاب سنی برای نخست وزیر جدید سنی مذهب مشکل ساز هم میتونه باشه. با این حال اون نام آشنا در عرصه اقتصاد و آموزش است تا دنیای سیاست. امریکه بلافاصله پس از انتخاب خود بر آن تاکید کرد. او گفت به هیچ حزبی وابسته نیست و همه احزاب برای تشکیل یک دولت مستقل و متخصص مورد قبولش هستند. جبران باسیل وزیر امور خارجه بیروت و رهبر جریان ملی آزاد لبنان و دیگر احزاب نزدیک به حزب الله هم بر این رویکرد دیاب توافق نظر دارند. وعده اون نخست بهبود شرایط وخیم اقتصادی لبنان است که از دوران جنگ داخلی این کشور تا کنون بی سابقه بوده. تشکیل کابینه مستقل متشکل از 20 وزیر. با این همه مردم این سازوکار را باور ندارند و سعی دارند تا دیاب را به سمت استعفا سوق بدهند. عدم پرداخت آبونمان برق و آب و مالیات یا باز پرداخت وام‌های بانکی برای فلج کردن دولت از دیگر برنامه‌های معترضین. مردم میگویند دولت اول باید تکلیف مالیات‌هایی که ما پیشتر دادیم را روشن کند. شاید از همین روز که هنوز اعضای کابینه انتخاب نشدند، بسیاری ناامید از قدرت دوباره حزب الله میگویند که اون نمیتواند ثبات و رونق از دست رفته لبنان غرق در فساد را بازگرداند و خیلی زود خواهد رفت. با این همه چه حسن دیاب موفق شود نظام سیاسی و چند حزبی و مذهبی لبنان را به سوی چارچوب تکنوکرات ببرد چه نه، یک امر مسلم است. حزب اللهی که هر روز به فهرست تحریم‌های جامعه بین الملل اضافه می‌شود، از جایگاه قدرت فاصله‌ای بارز گرفته. حامی این گروه نظامی جمهوری اسلامی هم باید به فکر راه دیگری برای مانور قدرت در برابر اسرائیل در این سرزمین همسایه باشد. فیروز جابانی، اتاق خبر.